سلام به همه، من محمد زارعی هستم و اینجا کانال یوتیوب دکتر خوبه. تو این ویدیو میخوام عمیق‌تر بشیم و 12 نشونه عجیب و غیر منتظره از آسیب‌های کبدی رو بررسی کنیم. این نشونه ها خیلی مهمن و باید بهشون توجه کنید، چون میتونید جلوی پیشرفت این بیماری رو بگیرید و نذارید بدتر بشه. خبر خوب اینه که کبد با کمی کمک میتونه به طور کامل خودش رو بازسازی کنه. بیماری کبدی یه مشکلی که بیش از 1/4 جمعیت دنیا رو تحت تأثیر قرار داده و این آمار داره به سرعت زیاد میشه. بیشتر مردم فکر میکنن که آسیب کبدی فقط به خاطر مصرف زیاد الکل، اما حقیقت اینه که میتونه به دلیل مصرف زیاد غذاها و نوشیدنی‌های شیرین، فراوری شده و حتی مصرف زیاد روغن‌های گیاهی امگا 6 و غذاهای فست فودی هم باشه. مصرف زیاد مسکن‌ها مثل استامینوفن یا ایبوبروفن هم میتونه به کبد آسیب بزنه. ویروس ها هم میتونن باعث آسیب و هپاتیت کبدی بشن. حتی آهن زیاد توی بدن هم میتونه مشکل ساز بشه و سموم محیطی مثل آفتکش ها، پلاستیک ها و مواد نفتی هم مزید بر علت میشن و این لیست همچنان ادامه داره. پس اگر میخواید بفهمید که آیا مشکلی با کبدتون دارید یا نه، حتما این ویدیو رو ببینید، چون قراره در ادامه به چند تا درمان طبیعی خانگی برای پاکسازی کبد و جلوگیری از بدتر شدن آسیب ها هم اشاره کنم. البته یادتون باشه که این ویدیو جنبه آموزشی داره و حتما اگر کار خاصی قراره انجام بدید با دکترتون مشورت کنید. اگر مشکل پزشکی خاصی دارید حتما زیر نظر پزشکتون درمانهاتون رو ادامه بدید. اولین نشونه مشکلات کبدی مدفوع روشن یا بیرنگه. وقتی از دستشویی استفاده میکنید، کبد شما اسیدهای صفراوی ترشح میکنه که به هضم چربی ها کمک میکنه و به مدفوع شما رنگ طبیعی قهوه‌ای میدن. اما اگر دچار بیماری کبد چرب یا آسیب کبدی بشید، این صفرا به درستی از مجرای صفراوی عبور نمیکنه و باعث میشه که مدفوعتون روشنتر، کمرنگتر یا حتی رنگ خاک رس به خودش بگیره و ممکنه روی آب توالت شناور بشه، چون چربی های هضم نشده ای داره که باعث شناور شدن اون قسمت ها روی دستشویی میشه. نشونه های دوم آسیب کبدی ضعف توی قسمت بینایی ما هست، به خصوص توی شب. اگر متوجه شدید که تمرکز یا دیدتون توی شب براتون خیلی سخت‌تر شده، به خصوص وقتی نور کمه، این میتونه نشونه کمبود ویتامین آ باشه. صفرا که از کبدتون ترشح میشه به جذب ویتامین آ کمک میکنه تا سلولهای شبکیه چشمتون بتونن به نورهای مختلف واکنش نشون بدن. با این حال وقتی بیماری کبدی دارید، کمبود صفرا باعث میشه ویتامین آ به درستی جذب نشه و این مشکل به وجود میاد که بهش شبکوری هم میگن. این مشکل میتونه نشونه احتقان کیسه صفرا هم باشه، به خصوص اگر چشماتون احساس خشکی، سوزش یا تحریک شدن داشته باشه. نشونه سوم ورم پای راسته. وقتی خون به درستی از کبد عبور نمیکنه، ممکنه کبد ورم کنه و فشار بیشتری روی ورید پورتال وارد کنه. این باعث میشه که مایعات یا آب توی پاها جمع بشه و وقتی انگشتتون رو روی ناحیه متورم فشار میدید، ممکنه یه فرو رفتگی باقی بمونه که ما بهش میگیم ادم گوده گذار. اگه متوجه شدید که پای راست یا مچ پای راستتون بیشتر از سمت چپ ورم کرده، این نشونه خیلی رایجی از آسیب کبدیه و ممکنه بخواید از یه درمان طبیعی برای بهبود عملکردش استفاده کنید. اما در ادامه ویدیو در مورد پاکسازی کبد هم بیشتر صحبت میکنم. بریم سراغ نشونه چهارم که ذرات یا قطعات سفید رنگ اطراف پلکه. یکی از نشونه های عجیب آسیب کبدی ظاهر شدن یه سری لکه های سفید یا زرد رنگ اطراف پلکه. اینا رسوبات کلسترول که زیر پوست شما جمع میشن، چون کبد شما نمیتونه کلسترول رو به درستی تجزیه کنه و باعث میشه کلسترول توی قسمت‌های مختلف بدن جمع بشه. قبل از ادامه صحبت‌ها به خودم اجازه میدم مثل یک دوست از شما بخوام که بنده رو حمایت کنید و این محتوا رو به هر شکلی که میتونید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید یا این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارید. این کار کمک میکنه انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر داشته باشم و بدونم کارم درسته، و اگر هم نخواستید حمایت کنید کاملا متوجه میشم. در صورت مرسی از همراهیتون. بریم سراغ ادامه صحبت ها. نشونه پنجم فشار یا درد در سمت راست قفسه سینه است. یکی دیگه از نشونه هایی که ممکنه به بیماری کبدی ربط داشته باشه
احساس فشار یا درد در سمت راست قفسه سینه است، به خصوص بعد از غذا خوردن. صفرا تو کبد به خاطر آسیب به یه جور لجن تبدیل میشه و لوله های کوچیکی که به کیسه صفرا متصل هستن رو مسدود میکنه و باعث میشه حس درد و فشار رو اطراف دنده ها داشته باشید. این موضوع میتونه روی عصب فرنیک هم فشار بیاره و باعث سفتی عضلات و درد در اطراف شونه راست شما بشه. نشونه ششم، لکه های بنفش و قرمز. وقتی کبدتون ملتهب یا آسیب دیده است، پروتئین های کمتری تولید میکنه که برای انعقاد طبیعی خون لازمه. این یعنی بدنتون راحت تر کبود میشه و بعضی اوقات برجستگی های غیر عادی بنفش یا قرمز به شکل یک چوش یا لکه روی پوست شما ظاهر میشن. نشونه بعدی، ترک های پاشنه پاه. بدنتون از ویتامین B3 یا نیکوتینامید برای حفظ سلول های پوست برای قوی موندنشون و مرطوب بودنشون استفاده میکنه، اما اگر بیماری کبدی داشته باشید، بدنتون ذخایر ویتامین B3 رو برای ترمیم آسیب های کبدی استفاده میکنه و باعث میشه که پوست پاتون ترک بخوره. نشونه بعدی، خارش مداوم کف دست یا پا هسته. این حالت به خاطر تجمع اسیدهای صفراوی زیر پوست به وجود میاد، چون کبد نمیتونه اونها رو به درستی تصفیه کنه و باعث میشه هیستامین ها یا همون فاکتورهای التهابی توی خون جمع بشن و واکنشی به اسم خارش ایجاد کنن. نشونه بعدی، ناخونهای سفید یا گرد شده است. اگر ناخونهای انگشتاتون سفید یا گرد شده، این ممکنه نشونه ای از آسیب جدی کبدی یا یه بیماری دیگه باشه که باعث شده اکسیژن به ریشه ناخون نرسه و ما بعد از اینکه خون رسانی به ناخون کم میشه این علائم رو توی ناخون میبینیم. نشونه دهم، ادرار تیره است. کبد وظیفه داره سلول های قرمز خون قدیمی رو تجزیه کنه که حاوی رنگدانه های زردی به اسم بیلیروبینن. حالا اگه کبد یا کیسه صفرا آسیب ببینه، این رنگدانه ممکنه توی بدن تجمع کنه و از طریق ادرار دفع بشه و باعث تیره شدن رنگ ادرار بشه. نشونه 11، زردی پوسته که ما در اصطلاح پزشکی بهش میگیم ایکتروس. اگر کبد درست کار نکنه و نتونه بیلیروبین رو از خون فیلتر کنه، این رنگدانه میتونه زرد رنگی پوست رو به وجود بیاره که توی اصطلاح عامیانه بهش یرقان هم میگن. در نهایت نشونه 12، رگ‌های عنکبوتی. این رگ‌های خونی کوچیک که قرمز رنگن و شبیه پاهای عنکبوتن، نشونه ای از اینه که رگ‌های خونی آسیب دیدن، چون کبد نمیتونه استروژن اضافی رو از بدن خارج کنه. اگر یک مورد یا بیشتر از این علائمی که گفتم رو دارید، شدیداً توصیه میشه که به یک دکتر مراجعه کنید، متخصص گوارش، و در اولین فرصت یه سونوگرافی از کبدتون بدید. این تست غیر تهاجمیه و با استفاده از امواج صوتی تصاویری از کبد و رگ‌های خونی اطرافش تهیه میکنه تا ببینید آیا رسوبات چربی در کبدتون جمع شده یا نه. خوشبختانه کبد یکی از اندامهاییه که میتونه خودش رو به صورت کامل بازسازی کنه و درمان کنه، ولی نباید از زمانش خیلی بگذره. حالا چطور بیماری کبدی رو معکوسش کنیم، درمانش کنیم؟ همونطور که قبلا گفتم، کبد 4 مرحله مختلف آسیب رو طی میکنه. اول از همه با چربی بسته میشه، بعد ملتهب میشه و شروع به ایجاد بافت اسکار میکنه که بهش فیبروز هم گفته میشه و بعد به مرحله خطرناکتر میرسه به اسم سیروز. خوشبختانه کبد توانایی بازساز کاملش رو داره، میتونه خودش رو ترمیم کنه و وقتی که رژیم غذاییتون رو اصلاح کنید و از درمان‌های مناسب استفاده کنید، میتونید روند بیماری رو کاملا معکوس کنید. برای برگردوندن سلامتی کبد، اولین کاری که باید بکنید اینه که از قندهای اضافه توی رژیم غذاییتون خلاص بشید. قندهای مصنوعی مثل فروکتوز میتونن کبد رو با بار اضافه‌ای که رو دوشش میاد اذیت کنن و باعث تجمع چربی بشن. دوم، مصرف چربی‌های بد مثل روغن‌های گیاهی فرآوری شده، مثل روغن سویا یا روغن آفتابگردون رو قطع کنید، چون اینا سرشار از امگا 6 هستند که به التهاب کمک می‌کنن. به جاش از روغن‌های سالم‌تری مثل روغن نارگیل یا روغن زیتون استفاده کنید که اثرات ضد التهابی دارن. سومین مرحله، مصرف غذاهای تلخ و سرشار از گوگرد مثل سبزی‌های برگدار، سیر، بروکلی و تخم مرغ‌های محلی و سالمه. غذاهای تلخ کمک میکنن که چربی های کبد رو پاکسازی کنید و مواد سمی رو از بدنتون خارج کنید.
چهارمین قدم اینه که صبح یه فنجون قهوه ارگانیک رو همراه با یک قاشق چایخوری زردچوبه بخورید. پلیفنول های موجود در قهوه و مواد مغذی موجود در زردچوبه باعث کاهش تشکیل بافت اسکار توی کبد میشه و همینطور به ترمیم آسیب هایی که الکل، داروها یا فروکتوز ایجاد کردن کمک میکنه. علاوه بر این حتما حداقل 1 لیتر آب معدنی با کیفیت بالا در طول روز بنوشید تا خونتون رقیق بشه و به کبدتون کمک کنید که صفرا تولید کنه تا رسوبات چربی رو بشکنه. میتونید به آبتون آب لیمو یا لیمو ترش تازه هم اضافه کنید تا فیلتراسیون سموم در کبد رو بهتر کنید. من توصیه میکنم که تا جایی که ممکنه گیاهان و ادویه‌جات پاک کننده کبد مثل زنجبیل، زردچوبه، دارچین، ریشه قاصدک، شیرین بیان، قارچ‌های راشی، چای سبز و میخک رو توی رژیم غذاییتون قرار بدید. مرحله پنجم، مصرف کالری روزانه‌تون رو توی بازه زمانی 6 ساعته انجام بدید و به بدنتون اجازه بدید که 18 ساعت در روز ناشتا بمونه. این روش چیزیه که ما بهش میگیم رژیم روزه‌داری متناوب یا تایم دار و باعث بهبود سلامتی کبد و کاهش التهاب و افزایش تولید هورمون رشد میشه. روزه‌داری فرایندی به اسم اتوفاژی رو تحریک میکنه که در اون کبد سلول‌ها و پروتئین‌های آسیب دیده رو بازیافت میکنه و سلول‌های سالم و جدید رو جایگزینش میکنه و در نهایت برای پاکسازی رسوبات چربی و کاهش التهاب داخل کبد، صبح‌های مکمل صفرای تصفیه شده رو با معده خالی مصرف کنید. میتونید از مکمل‌های صفرای تصفیه شده یا آنزیم‌های گوارشی که حاوی صفرا هستن استفاده کنید. این مواد نه تنها به دفع چربی از کبد کمک میکنن، بلکه از تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا هم جلوگیری میکنن. توی داروخانه‌ها هم موجوده. اگر واقعا میخواید بهبود پیدا کنید و کبدتون رو ترمیم کنید، علاوه بر مواردی که گفتم، ویتامین‌ها و مکمل‌های دیگه هم هست که میتونید مصرف کنید که اطلاعات بیشترش رو توی ویدیو دیگه گفتم و میخوام لینکش رو روی صفحه بذارم، حتما ببینید. مرسی که ویدیو امروز من رو تماشا کردید. لطفاً از من حمایت کنید. برای همگی شما سلامتی، ثروت و شادی آرزو میکنم. یا حق.